ما برای طراحی لوگو میتونیم از تکنیک های مختلف استفاده بکنیم که شما میتونین لوگوتون رو به صورت مونوگرام انجام بدین یا به صورت تصویری یا به صورت تایپوگرافی میتونین انجام بدین، که یکیش اینه که شما بتونید از حرف اول اون لوگوتون استفاده بکنین، حالا انگلیسی میتونه باشه، فارسی میتونه باشه، که من توی این ویدیو حرف اول اون لوگو رو آوردم، یعنی دو تا حرف آوردم. بیر یو هست که بیر به معنی خرس هم تو که توی مانیتور داریم میبینید، از حرف بی و یو استفاده کردم برای این لوگو. البته درخواست شما عزیزان بود که این مدل طراحی رو بهتون آموزش بدم، پس همراه من باشید. لوگو طراحی کنیم با حروف B و U. میام تو قسمت ابزارها رکتنگل رو انتخاب میکنم، یه دونه رکتنگل به این شکل میکشم، شیفت و ایکس رو میزنم حالت استروک بشه، توی استروکش هم یه عدد 70 بهش میدم که استروکش زیاد باشه، آلت و پایین نگه میدارم و یه دونه کپی اینجا میگیرم. خب یه دونه مثل خودش، ببینید اگه من بیام این پایین قرارش بدم فاصله این بین زیاد میشه، پس دقیقاً روی خودش میذارم. ببینید اسنپا کمک میکنه، اینسرت که اینجا نمیشه، این دوتا رو اینطوری روی هم قرار میدم، جفتش رو با هم انتخاب میکنم، یک مقدار بازترش میکنم. حالا این دوتا قسمت رو من میخوام یک حالت کرو بشه که بی رو میخوام در بیارم. بذاری من بی رو اینجا قرار بدم، میام تو قسمت ابزارها دایرکت سلیکشن تو رو انتخاب میکنم، این دوتا قسمت رو ببینید دایره ها مشخص میشه، انتخاب میکنم یه همچین حالتی بهش میدم. خب این رو اینجا حالا جفتش رو انتخاب میکنم، اینجا قرارش میدم، یک مقدار میبرمش بالاتر، دوباره رکتنگل رو انتخاب میکنم، یه دونه رکتنگل صاف به این صورت، یعنی بلندتر از اونا میکشم، با دایرکت سلکشن تول اون دو تا نقطه رو پایین رو دوباره کرو میکنم، قسمت های بالا رو میخوام حذف بکنم. برای اینکه بخوایم حذفش کنیم میتونیم از قیچی استفاده کنیم، میان توی ابزارها قیچی رو انتخاب میکنم، زومش میکنم، یک کلیک اینجا میزنم حذف بشه، یک کلیک هم اینجا میزنم و الان قسمت بالا رو حذف میکنیم. خب حالا اینو میام اینجا قرار میدم، زومش میکنیم، همه رو با هم انتخاب میکنم، این مرکز قرارش میدم. بازم خب میتونیم ما هنوز این دوتا رو انتخاب کنیم، یک مقدار حالا تغییرش بدیم، میتونیم یو رو هم بیاریمش پایین تر، یکم بزرگترش بکنیم و یک مقدار بیاریمش سمت چپ، الان فکر میکنم خوب باشه. خب حالا برای اینکه بتونیم یک لوگو در بیاریم با بی و یو، میتونیم یه سری کار رو انجام بدیم. من میام یه سری از حالا جاهایی رو میتونم حذف بکنم، یه سری از جاها رو میتونم اضافه کنم که اون لوگویی که میخوام در بیاد که هم بی مشخص باشه هم یو. میام توی ابزارها رکتنگل رو انتخاب میکنم، یه دونه رکتنگل اینجا میکشم چون حالت استروک رو به صورت استروک داد، شیفت و ایکس رو میزنم حالت فیل بشه، یک مقدار زومش میکنم، رنگش رو عوض میکنم که ببینیم داریم چیکار میکنیم، یک مقدار زوم و این رو بزرگترش میکنم، یعنی قشنگ میچسبونمش به این بر، با کلیدهای جهت نما کار کنید که دقیق باشه. ببینید سایزش فکر میکنم خوبه. خب آلتو پایین نگه میدارم، یه دونه کپی تو راستای خودش این ورش میذارم، دوباره جفتش رو با شیفت انتخاب میکنم، کپی میکنم و میارم این پایین، اینجا میچرخونمش، خب بین این دوتا قرارش میدم، اینجا میخوام حذف بشه، دوباره از این دوتا یک کپی میگیرم اینجا قرار میدم، خب خوبه، دوباره این دوتا انتخاب میکنم و اینجا قرار میدم، میخوام به این شکل هم اینجا قرار بگیره و برای این قسمت هم باید به صورت عمودی باشه، برای اون قسمت بالا هم به صورت افقی باشه فکر میکنم. خوبه این قسمت میبینید رفت داخل یو قرار گرفت، یک مقدار میارمش سمت راست، خب که اینجا باشه، ببینید یکی هم خب خوبه، من انجامش میدم، جایی که نیاز به ادیت باشه ادیت میکنیم. حالا همه رو با هم انتخاب میکنم، میام توی ابزارها شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم و آلت و پای نگه میدارم و اینجا رو کلیک میکنم، ببینید کامل این قسمت رو حذف کرد و من نمیخوام حذف بشه. اگر دیدین یه همچین اتفاقی افتاد یه کنترل زد میزنم، حتما میام تو قسمت آبجکت اکسپاند رو بزنید، به این قسمت توجه بکنید، حتما که اکسپاند رو بزنید شکلتون باید این شکلی بشه و الان آلت و پای نگه میدارم و اینجا رو به این شکل میکنم. اگر آلت و پای نگه ندارین و فلشتون مثبت باشه اینجوری کنم، ببینید کل کار رو براتون مثبت، یعنی کل
کار رو میگیره براتون، حذف نمیکنه. کنترل زد میزنم، آلتو پایین نگه میدارم، اینجا رو حذف میکنم. جاهایی رو که ما اومدیم رکتنگل قرمز گذاشتیم، ببینید همچین حالتی رو میتونیم بدیم به کارمون. ببین اینو داخل این نری که کامل این رو حذف بکنه، جایی که قرمزه اینجا رو حذف کنه، این تیکه رو درستش میکنیم. ببینید این قسمت ها رو من حذف میکنم. برای جاهایی که داریم میبینین همه جدا شده، میتونیم دیگه آلتو پایین نگه نداریم، مثلا این دوتا، این ستا با هم جداست، آلتو پایین نگه نمیدارم. همونجور که شیپ بیلدر انتخاب کردیم این شکلیش میکنیم. رنگ قرمز شد به خاطر که ما رنگ قرمز توی پالت داشتیم. این قسمت رو میتونیم به هم وصل کنیم، این قسمت ها رو میتونیم وصل کنیم و اینا رو هم به همین صورت. ببینید این رو هم میتونیم به این صورت رنگ قرمز، اینا همه رو با هم وصل کنیم که یک حالت بشه. خب این قسمت رو هم به همین صورت زومش کنیم که ببینیم داریم چی کار میکنیم. این قسمت رو دوباره آلت و پایین نگه میدارم، حذفش میکنم. دوباره این قسمت آلت و پایین نگه میدارم، اینجا رو حذف میکنیم. ببینید به این شکل. خب دوباره اینجا رو زوم میکنم، آلت پایینه، اینجا دیگه آلت رو رها نمیکنم که این شکل باشه. خب این تا اینجا که الان ببینید ما یه دونه بی داریم و یه دونه هم یو داریم. خب یه سری جا میبینید اینجا ادیت میخواد، مثلا من اگه بیام اینجا این رو بردارم، این سری جاها رو شما میتونید حذفش بکنید. مثلا میتونیم انتخاب بکنیم، چون با شیپ بیلدر ما داریم کار میکنیم، یه سری از حالا ادیت ها رو نیاز داریم که انجام بدیم. میبینید اینا رو دونه دونه حذفش میکنیم که حتی توی قسمت لایر هم میتونیم انتخابش کنیم و حذفش کنیم. میتونیم روش دابل کلیک بکنیم و حذفشون بکنیم. ببینید خب چشم این رو هم برمیدم، چشم این رو هم برمیدم، یکی هم حذف میکنم، حالا میذارمشون. ما برای طراحی لوگو میتونیم از خیلی از ابزارهای ایلوستراتور استفاده بکنیم که یکی شیپ بیلدر هست که توی این ویدیو بهتون آموزش میدم. لینکش رو این بالا براتون میذارم. عزیزانی که با ابزار شیپ بیلدر آشنایی ندارن میتونن این ویدیو رو ببینن که خیلی خیلی توی طراحی لوگو مهمه. ادامه ویدیو رو ببینیم و تکمیل کنیم. بازم تو قسمت یو اینجا رو میبینید، بازم یه مشکی این زیر قرار گرفته. چون ما از شیپ بیلدر استفاده میکنیم، احتمالی که اتفاقا بیفته هست. پس من میام یو رو، اون چیزایی رو که میخوایم حالا قرمزش کردیم اینجا توی لایر ها میبینید، این رو من برمیدارم، این رو برمیدارم، این رو برمیدارم و بقیه رو حذف میکنم. یعنی این ستا رو من میارم میذارم اینجا و این گروپش رو حذف میکنم. حالا این رو روشن میکنم که اون مشکی زیر از بین بره و الان فکر نمیکنم دیگه هیچ چیز اضافی داشته باشیم. البته اینجا هست، اینو همه رو میتونیم چک بکنیم. ببینید حالا که تیکه بالای اینجا رو، خب الان من از این یه دونه میتونم کپی بگیرم بیارم اینجا قرارش بدم. این تیکه بالا رو میخوام داشته باشم. البته اگه دقت کرده باشین یه تیکه بالا اینجا بود و حذف شد. این رو یه دونه خطکش میذارم، میخوام کامل کنم لوگومو، یه دونه خطکش میذارم، این یکی رو هم میارم تا اینجا. خوبه، حالا یه طرحی میخوام بالا سر این قسمت بدم که طرحمو پخته تر بکنم. میام توی ابزارها رکتنگل انتخاب میکنم، یه دونه رکتنگل میکشم و دوباره میام پن رو، البته اد انکر پوینت رو انتخاب میکنم، یه دونه انکر پوینت این وسط رکتنگل میزنم، انکر پوینت رو انتخاب میکنم، اینو میارم این پایین قرار میدم. اینجا رو یک مقدار میخوام بازترش کنم، این رو هم بازتر، اینجا رو این شکلی میخوام هلالش کنم. خب ببینید اینجا رو هم یکم بدیم پایین تر، یه قوس هم بهش بدم این شکلی، فکر میکنم خوبه. خب میتونیم یکم کوچیکترش کنیم و اینجا یکم جمعترش کنیم، یک مقدار زومش کنم ببینم خوبه. حتی میتونیم یه سری ادیت ها، اون دیگه سلیقه خودتونه که بخواین چه شکلی باشه اون لوگوتون. و اینجا هم میتونیم انتخاب کنیم، یک مقدار ببریمش داخل. خب یکم زوم اوتش میکنم، خوب نشد. برای اینکه درستش بکنیم اون چیزی رو که میخوام، دوباره من میام انتخاب میکنم انکر پوینت رو، شیفت رو نگه میدارم، اینو میکشم یکم اینورتر، میخوام یک حالت کرمانن از این ور باشه، اینو هم میدیم اینورتر، یه همچین شکلی میخوام بهش بدم، یعنی یک حالت قوس مانند میخوام بهش بدم. برای اینکه دقیق بشه جفتش رو انتخاب میکنم، میام تو این ابزارها و این قسمت یونیت رو روش کلیک میکنم که این تیکه ها اینطوری بشه. و الان میتونیم بیام این تیکه اینجا رو حذفش کنیم، این قسمت رو حذفش کنیم، این قسمت رو هم حذفش کنیم و دوباره با انکر پوینت این تیکه ها رو درست کنیم. ببینید این قوس اینجا رو میخوام بهش بدم، یه همچین حالتی بهش بدیم. ببینید این شکلی. و اینجا رو میتونیم با دیلیت انکر پوینت هم اینجا رو
حذف بکنیم. این شکلی میتونیم از این یه دونه کپی بگیریم و اینجا قرارش بدیم و اون یکی با یکی هم دوباره میتونیم حالا مچ بکنیم. البته خب من زومش میکنم که دقیق روی خودش قرار بگیره و یه دونه خط کشم اینجا بذاریم که دقیقا مثل اون یکی بشه. این شکلی. برای این قسمت ها هم یه دونه کپی ازش میگیرم، میچرخونمش، زومش میکنم. البته این تیکه پایین رو من نمیخوام، میام پاک میکنم. پاکن کجاست؟ پاکن اینجا. آلتو نگه میدارم، این تیکه رو اینجوری حذفش میکنم و این رو میام مثلا اینجا دوباره پاکن رو انتخاب میکنم. آلتو نگه میدارم، تیکه حذف و این رو میام اینجا قرارش میدم مثلا. خب یه دونه دیگه دوباره کپی این قسمت پایین، یه دونه دیگه کپی میتونیم این اینجا هم بذاریمش. البته از یه دونه از زاویه هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی من بیام اینجا، شما میتونید از دوتا زاویه ها استفاده کنیم. برای اینکه حالا خیلی شلوغ نشه میتونیم از یکیش استفاده کنیم. دوباره من پاکون رو انتخاب کنم، آلتو پایین نگه دارم، ببینید این شکلی میشه، این شکلی. یا برای قسمت پایین هم دوباره آلتو نگه میدارم، این تیکر رو پاک میکنم، ببینید این شکلی. البته بعد پاکش کردی اینطوری انتخابش میکنم، حتما باید اون شکلتون انتخاب شده باشه وگرنه یکی دیگر رو پاک میکنم. خب این یکم میتونه یه دونه باشه، میتونه هر دوتا زاویه باشه و بقیه جا هم میتونین استفاده کنیم. مثلا ازش استفاده میکنم برای این قسمت. خب ولی خب این قسمت بزنیم دیگه یو مشخص نمیشه، یا بچرخونیمش اینجا بذاریمش. ببینید حتی خب خودش اینجا یک حالت گرد و هلال داره. میتونیم اینجا هم قرارش بدیم، یک مقدار کشیده تهش کنیم اینطوری، یه همچین حالتی رو بهش بدیم. البته با کشیده تر این درست نمیشه، خودمون باید این رو ادیت بکنیم. ببینید هنوز این لوگو جای کار داره و خودتون برای حالا پخته تر کردنش میتونین ادیت های بیشتری انجام بدیم و اینکه میتونیم مثلا رنگش رو تغییر بدیم، مثلا گرادینت بدیم به این کار. خب ببینید من زوم میکنم اینا همه جدان، برای اینکه یکی بشه لوگوتون همه رو با هم انتخاب میکنم، میام تو قسمت پد فایندر و این قسمت یونیت رو روش کلیک میکنم. ببینید الان همه لوگوها یکی شد. احساس میکنم لوگو یکم نازکه و میخوام ضخیم ترش کنیم. ما اینا رو به صورت شیپ درآوردیم، استروک نیست که استروکش رو زیاد بکنیم. همه رو با هم انتخاب میکنم، میام تو قسمت آبجکت پد و این قسمت آفست پد رو روش کلیک میکنم. ببینید ضخامتش رو میتونیم از جو زیاد و کم کنیم، مثلا اگه زیادش کنیم خیلی زیاد میشه و کمترش میکنم. ببینید الان فکر میکنم روی 14 روی 13 خوب باشه، اوکی رو میزنم. ببینید الان کنترل زد بزنم این قبلیه، کنترل شیفت و زد بزنم این آخری. اینطوری میتونی یک لوگو داشته باشی، میتونی لوگوی تک رنگ داشته باشی یا بهش گرادینت.